سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان عزیز، وقت همگی به خیر باشه. با آپدیت تحلیل لونای کلاسیک در حال حاضر قیمت فعلی رو اگر نگاه کنیم 3.03 هستش و توی 24 ساعت گذشته شاهد افزایش قیمت از سمت لونا بودیم. 8% رشد رو اومده تجربه کرده، نسبت به بازار یک کمی رشد بیشتری رو اومده تجربه کرده، هرچند که فعلا بازار کریپتوکارنسی ها روی یک حالت رنج خودشون هستن و اگر از سقف شکسته بشن که حالا تکنیکالی در ادامه ویدیو برای شما توضیح میدم، ما شاهد رشدش خواهیم بود. و در غیر این صورت اگر داخل بازار کریپتوکارنسی به خصوص روی بیت کوین اصلاحی انجام بشه، اصلاحات میتونه روی رمزارزهای دیگه و حتی تری کلاسیک هم یه تأثیری داشته باشه. حتما تا انتهای کامل نگاه کنید، لایک و کامنت اینا هم که فراموش نشه. حتما اون دوستانی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن، من داشتم ویدیوها رو نگاه میکردم، درصدهاشون رو بررسی میکردم، چیزی حدود 70 80 درصد از دوستانی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن لایک نمیکنن. حتما لایک کنید این ویدیو رو، پایین ویدیو یه علامت لایک هستش و سابسکرایب هم کنید اگر سابسکرایب نکردید. نظر خودتون حتما زیر ویدیو کامنت کنید، اگر سوالی دارید یا نظری دارید که میخواین با بقیه دوستان به اشتراک بذارید راجع به آینده لونای کلاسیک، حتما کامنت کنید که همه ما این کامنت ها رو میخونیم. خب بریم شروع کنیم. اول از همه قیمت فعلیش که روی عدد 30 هستش و یک رشد رو از 27 و 28 داشته و یک رشد بسیار خوبی بودش که اگر یادتون باشه دیروز هم گفتم برای شما تکنیکالی که داشتیم بررسی میکردیم، گفتیم که اینجا میشه یک ترید بسیار خوب رو انجام داد تا به سمت بالا تا عدد 30 حرکتی رو داشته باشه که حالا تکنیکالی میگم که برای شما در آینده میتونیم رشد داشته باشیم یا نه. نکته ای که وجود داره، حجم معاملات افزایش پیدا کرده توی این چند روز گذشته. لونای کلاسیک فکر کنم تنها رمزارزی بوده که حجمای معاملاتیش بسیار افزایش پیدا میکرده و بسیار هم کاهش پیدا میکرده. در چند روز گذشته شاید این بودیم که 40% 60% کاهش پیدا میکرد، ولی الان شاید این هستیم که 30% اومده افزایش داشته ولوم 24 ساعته لونای کلاسیک. مارکت کپ رو نگاه کنیم، مارکت کپ 1 میلیارد و 858 میلیون دلار هستش و توی 24 ساعت گذشته 8% افزایش رو از سمت مارکت کپ داشتیم. یه نکته ای که وجود داره دوستان، رنگ قبلی لونای کلاسیک ترای کلاسیک ما اگر یادتون باشه روی عدد 110 دلار که داشت نوسان میکرد، بین رنگ 7 و 6 داشت نوسان میکرد و بالا پایین داشتش که این بسیار جالب هستش. بعد از این همه ریزشی که اتفاق افتاد و شاهد این بودیم که توتال ساپلای اومد افزایش پیدا کرد، رنگش دوباره برگشته به عدد 31 و طبیعتاً اگر رنگش دوباره برگرده بین 20 تا رمزارز برتر، باعث این میشه که دوباره تقاضای ایجاد بشه و اون دوستانی که حالا از لونای کلاسیک ترای کلاسیک ناامید شده بودن دوباره بهش برگردن و واردش بشن و بیان تریدای بسیار خوب رو انجام بدن که طبیعتاً هر چه کاربران و هولدرها افزایش پیدا کنه، باعث این میشه که توکن سوزی ها بیاد انجام بشه. که حالا میبینیم توکن سوزی ها رو هم یه نگاهی داشته باشیم. توکن سوزی ها که حالا من تو ویدیوهای گذشته هم گفتم فعلا داره ضعیف عمل میکنه و منتظر این هستیم که صرافی بایننس بیاد وارد بازی بشه و طبق اون قولی که دادن، گفتن که هر هفته توکن سوزی ها رو اعلام میکنن که 2 روز یا 3 روز مونده، بیان توکن سوزی رو اعلام کنن، بگن که آقا مثلا ما 3 میلیارد 4 میلیارد این هفته اومدیم توکن سوزی انجام دادیم. اگر این اتفاق بیفته و حتی عددش بالای 2 میلیارد 3 میلیارد تا باشه، عدد فوق العاده ای میتونه باشه، چرا که میتونه روی قیمت لونای کلاسیک تاثیر بذاره و شاهد حتی افزایشی هم از سمت لونای کلاسیک باشیم. که حالا این بستگی به این داره که بایننس به قولش به چه شکلی عمل میکنه نمیکنه، حالا اون 1.2% برن انجام میده یا نه، که همه اینها به مرور زمان و با گذشت زمان اتفاق میفته. و یه رودمپ جدیدی هم که برای خودشون اعلام کردن، داشتم بررسی میکردم ترای کلاسیک رو. همونطور که میدونی هدف بنیاد لونا و افرادی که روی لونای کلاسیک دارن کار میکنن، اونم اینه که لونا رو دوباره بتونن برگردونن به عدد 1 دلار. ترای کلاسیک رو دارم میگم و این رودمپشون هستش که با عدد توتال ساپلای 10 میلیارد تا ما بار دیگه شاهدیم باشیم که به 1 دلار بیاد برسه. ولی این تا چه حدی ممکنه و تا چه حدی امکان داره؟ در حال حاضر که امکانش خیلی برای ما بسیار غیر ممکن هستش. دلیلش هم کاملا منطقیه. اینجا رو نگاه کنیم ببین توکن سوزی داره انجام میده، مثلا دیروز اومده 230 میلیون تا لونای کلاسیک رو اومده سوزونده، که این عدد در برابر اون همه توتال ساپلای که داره، ببین توتال ساپلای رو نگاه کنیم 6 تریلیون و 900 میلیارد تا روزانه بیاد مثلا میانگین در نظر بگیریم 500 میلیون تا حتی 1 میلیارد تا هم بسوزونه، ما بالای 3 4 سال حتی 5 سال میتونه زمان ببره که برسه به عدد 1 دلار. ولی این گفته هایی که داشتن و راجع به رودمپ که داشتن صحبت میکردن اینه که کاهش کوین رو بتونن سریعتر انجام بدن در تایم بلند مدت، و ما انتظارایی که داریم مثلا در 4 سال 5 سال برسه مثلا تعداد کوین ها به 10 میلیارد تا، این زودتر اتفاق بیفته که طبیعتا همه اینها باعث میشه که آینده بهتری رو ما شاهد لونای کلاسیک باشیم. و یه نکته دیگه هم که گفتش بسیار برای من جالب بودش، همونطور که میدونید دوستان لونا زمانی که ریزش کرد به سمت پایین، ما همین ترای کلاسیک رو لونا رو داشتیم، بعد از اون اومدن یه دونه ایدراپ انجام دادن و ترای 2 رو اومدن پروژه‌اش رو اومدن لانچ کردن و
الان یک عده ای هم الان در حال حاضر تریدر هم توی کیف پولهای خودشون دارن و حتی دارن ترید میکنن و خودم شخصا تریدای زیادی انجام دادم و سودای بسیار خوبی رو تونستیم کسب کنیم و اومدم پروژه رو دو تا کردن. پروپوزال‌های مختلفی در آینده میتونه انجام بشه. یکی از این پروپوزال‌ها حالا شاید خیلی منطقی نباشه، اینه که دوباره بیان ترید دو و ترید کلاسیک رو با هم دیگه ادغام کنن، یعنی دیگه ترید دوی وجود نداشته باشه. که این اتفاق بیفته بسیار فوق‌العاده هستش، یعنی تمرکزشون میاد روی این. ولی نکته‌ای که وجود داره و بنیاد الان حالا یکی از افرادش داشتن میگفتن و راجع به رودمپش داشتن صحبت می‌کردن، این بودش که در حال حاضر ترید کلاسیک وابسته به یک نفر نیستش، یعنی غیر متمرکز و غیر متمرکز هستش و یعنی اینکه افرادی که پشت بنیاد و ولیدیتورها پشت ترید کلاسیک هستن و این مردم هستن که تصمیم میگیرن که چه اتفاقی برای ترید کلاسیک بیفته با اون پروپوزال هایی که انجام شد، با رای گیری هایی که داشتن انجام میدادن، بویت هایی که داشتن میدادن. این نشون میده که در حال حاضر ترید کلاسیک ما غیر متمرکز هستش و این یعنی که یک عملکرد فوق العاده توی بازار کریپتوکارنسی که به غیر متمرکز بودن خودش داره میگه که آقا ما الان در حال حاضر غیر متمرکز هستیم. ولی ترای دو در حال حاضر وابسته هستش به دوکوان و بنیاد لونا، یعنی مستقیم دارن روی این کار میکنن، ولی ترای کلاسیک وابسته هستش به هولدرها و ولیدیتورها و اونایی که تدا کوین های زیادی دارن و میتونن تصمیم گیری های بسیار خوب رو انجام بدن، که همه اینها به نظر من پوینت مثبتی هستش برای ترای کلاسیک و آینده ترای کلاسیک که میتونه بسیار مثبت تر هم باشه. از این ور تعداد حالا 1.2 میلیارد تکس رو نگاه کنیم، رسیده به عدد 2,600,000,000 تا و لوناتیکی که یه زمانی داشت روزانه توکن سوزی انجام میداد و رسون این عدد رو به 2 میلیارد تا طی یک ماه گذشته، الان در حال حاضر توکن سوزی انجام نمیده و طبیعتا میتونیم بگیم پروژه رو ول کرده و فعلا به این عدد اضافه نشده در چند روز گذشته، هرچند که اگر اضافه هم بشه عددش بسیار کم بوده که اومده اضافه شده. بخش داشبورد نگاه کنیم و یه نکته هم بگم، حالا توی ویدیوهای آینده توضیح میدم. اینجا برای ما یه دونه تاریخی رو توی این سایت لونگ کالا پنگوئن هستش اینجا برای ما نشون داده. اینجا ما 26 روز مونده که یه اتفاق بسیار بزرگی برای لونا بیفته، اونم اینه که ولیدیتور نود ها کامینگ، یعنی ولیدیتور نود ها به زودی خواهند اومد و توکن سوزی ها و ارن ها و استیک های زیادی برای لونا کلاسیک انجام خواهد شد، که حالا سعی میکنم اینو توی ویدیوی دیگه توضیح بدم که اگر این اتفاق بیفته و این زمانش بگذره روی پروژه و بلاک چینش میتونه تاثیرهای بسیار مثبت و روی قیمتش میتونه تاثیر بسیار مثبتی رو بذاره و شاید این باشیم که یک بار دیگه به حالت ریکاور خودش و یه برگشت رو به سمت بالا بیاد تجربه کنه. تو تا ساپلای هم اگر نگاه کنیم کل کوین های لونا کلاسیک رسیده عدد 6,900,000,000 تا و این داره روز به روز کاهش پیدا میکنه، ولی با سرعت بسیار کم، یعنی این اگر کاهش پیدا کنه با سرعت بسیار زیاد شاید افزایش قیمت از سمت لونا کلاسیک ما میتونیم باشیم، که این بسیار جالب هستش. یه نکته ای که وجود داره، اگر یادتون باشه توی ویدیو گذشته گفتم که آقا ما میتونیم یه تریدی رو روی این سطح انجام بدیم و میبینیم که از همینجا برگشت به سمت بالا. سعی کنید اگر دیدی موقعیت های مناسبی رو میتونی پیدا کنی حتما ترید انجام بدی روی لونای کلاسیک و حتی لونای دو، چون که ترید دو نوسان هاش یک کمی منطقی تر هستش نسبت به ترید کلاسیک، هرچند که ترید کلاسیک هم از نظر تکنیکال داره جاهای درست رو واکنش بسیار خوب نشون میده. الان در حال حاضر میبینیم که بار دیگه فکر کنم بار 1000 هستش که ما داریم برخورد میکنیم به کانال به مقاومت و حمایت مهم خودمون 330 که چندین بار هستش که به این عدد داره برخورد میکنه. من بارها برای شما توضیح دادم، گفتم اگر میخواین خریدی انجام بدین روی این پله ها میشه خرید خودمون رو انجام داد، یه پله میشه وارد شد، ولی اگر میخواین ریسک کمتری رو داشته باشین و جای امنی بیان واردش بشین، دوباره واردش بشین، باید صبر کنی که عدد 333 شکسته بشه. اگر این عدد شکسته بشه ما تا 46 میتونیم یک روشی رو بسیار خوب رو داشته باشیم. اونایی که هولدر هستن طبیعتا هولدرها یه سال دو سال دارن هولد میکنن و خبرهاشو روز به روز دارن دنبال میکنن و هولدرها طبیعتا روی لونای کلاسیک مهم نیستشون برایشون که روی چه قیمت میان خرید انجام میدن، مهم اینه که روی حمایت مهمی باشه و بیان اونجا یه خریدی رو انجام بده که در آینده متضرر نشن، که بسیار این موضوع مهمی هستش. اینجا نگاه کنیم تو تایم فریم دیلی دارم نگاه میکنم، وضعیت فعلی که ما داریم در حال حاضر روی لونای کلاسیک اگر بر اساس ایچیموکو در نظر بگیریم، ایچیموکو اگر در نظر بگیریم، ببین اینجا رو عدد 38 ما یه مقاومت دیگه هم داریم بچا، اینو حتما در نظر بگیرید. اینجا مالا یه مقاومتی هستش که اگر دیدم در آینده واکنش نشون داد و حتی شکست شد حتما برای شما میگم. اینجا نگاه کنیم کمای ما سعودی رو داریم، یه کمای سعودی رو داریم که فعلا این کمای سعودی ما شکسته نشده، حتی اینجا نگاه کنیم جای بسیار نازکی هم هستش، چون که تکنیکالی چیموکو رو اگر یاد گرفته باشید زمانی که یه جای نازکی هستش کندل ها میاد از اونجا شکسته میشه و الان ما رو یه جای هستیم که ریسکش بسیار بالا هستش با اینکه کمای ما سعودی هستش، ولی جای امن و محدوده امن میتونه طبیعتا برای ما عدد
33 باشه بالای اون 33 اگر کندلی بسته بشه، یعنی اینکه وضعیت میتونه مثبت تر باشه و به سمت بیاد حرکت کنه. هرچند که همچنان هم روی لونای کلاسیک مثبت هستیم و فعلا سیگنال خروجیش رو نداریم برای شما، هر اتفاقی میتونه برای لونای کلاسیک اتفاق بیفته و حتی میتونه رشد داشته بشه به سمت بالا. پس سعی کنید که مدیریت سرمایه رو حتما داشته باشید. مدیریت سرمایه برای ما بسیار مهم هستش. یه خبر دیگه هم که داشتم بررسی میکردم این بودش که کوین بیس همونطور که میدونید یه صرافی بسیار بزرگ هستش و هم رده میتونیم بگیم بایننس اینا داره رقابت میکنه. نکته ای که وجود داره کوین بیس فعلا لونای کلاسیک خودش رو توی صرافی خودش به صورت 1.2% برن انجام نداده و حتی لیست نشده و همه اینجا حالا دارن اطلاعیه میدن که این خبر رو به گوش صرافی کوین بیس برسونن، مدیر عاملشون برسونن که بیان توکن سوزی های خودشون رو انجام بدن، که همه اینها باز هم خبرش اگر بیان، یعنی کوین بیس به این موضوع واکنش نشون بده و بگه که مثلا من لونای کلاسیک رو قبول میکنم و ساپورتش میکنم، این باعث میشه که ما شاید این باشیم که یه برگشت رو به سمت بالا. مثلا این کندل مربوط هستش به بایننس و علت اینکه این کندل تشکیل شده بایننس بوده و اگر این اتفاق بیفته و کوین بیس خبرش بیاد، یه کندل نصف همینو ما میتونیم دوباره اینجاها تشکیل بدیم، چون که سکرف کوین بیس هم قدرت بسیار زیادی داره در حرکت در آوردن یک رمزارز یا یک میم کوین یا شت کوین که همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه روی قیمت لونای کلاسیک. من تو تایم فریم هفتگی هم یه بار فکر کنم ورزش رو انجام دادیم برای شما، تو تایم فریم هفتگی منتظریم این کندل بسته بشه، این کندل همینجا بسته بشه، یعنی اینکه وضعیت مثبته و میتونه دوباره برگرده به سمت بالا و ما شاید این باشیم که رشد بسیار خوبی از سمت لونای کلاسیک ببینیم، چون که کندل هفتگی کندلی هستش که این گلف کرده و حتی به کندل دو هفته گذشته خودش هم اومده نفوذ کرده و رسیده به تنکنسن ما. و که این تنکنسن رو نگاه کن، حتی تنکنسن ما هم روی عدد 33 هستش، عدد 33 ای که من برای شما بارها رسمش کردم از قبل ترها که حتی بهش واکنش هم نشون نداده بود، گفتیم که آقا اینجا برای ما مهمه و میتونه برای ما واکنش بسیار مثبتی رو داشته باشه که راجبش برای شما از قبل من کامل توضیح دادم. یه سری هم به بیت کوین بزنیم، روی بیت کوین هم یه تحلیل داشته باشیم. دوستان تکنیکالی که داریم بیت کوین بررسی می‌کنیم فرصت‌های بسیار خوبی برای ترید کردن هم داره بیت کوین، پس اینا رو حتما در نظر بگیر. مثلا ببین اینجا رو نگاه کن، اینجا باید شما پوزیشن بای می‌گرفتید و باهاش به سمت بالا حرکت می‌کردید، تا اینجا اولین تارگت میتونست برای ما باشه و می‌بینیم که برگشت به سمت بالا. تو تایم فریم دیلی این کندلایی که من دیروزم گفتم که احتمال برگشت به سمت بالا وجود داره و تو تایم فریم هفتگی که روزانه داشتم نگاه می‌کردم، این کندلا که داره پشت سر هم تشکیل میشه، یعنی اینکه کندل بعدی هم میتونه مثبت‌تر باشه و وضعیت میتونه به سمت بالا حرکت داشته باشه. یه نکته‌ای که وجود داره اینجا نوک شادو رو نگاه کن، این نوک شادویی که اینجا وجود داره بالای 90% 95% میاد پر میشه، یعنی میاد اینو پر میکنه و بعد تصمیم میگیره که به سمت بالا حرکت کنه یا به سمت پایین. پس احتمال رسیدن به تا عدد 2400 اینا وجود داره. اینو دارم برای تریدرها میگم، حالا بلند مدت کاری ندارم با این موضوع، بلند مدت باید صبر کنیم که اینجا ترند لاین ما شکسته بشه، وضعیت مثبت باشه، تا حالا در آینده برای شما اعلام خواهم کرد. اینجا حالا وضعیت مارکت کریپتوکارنسی رو هم اگر نگاه کنیم، بیت کوین 19900 هستش، اتریوم 1358 هستش. اتریوم هم وضعیتش مثبت بچا. تتر رو داریم اینجا، حالا بی ام بی رو داریم، بی ام بی 300 ردگر به کیف پولتون اضافه کنید و آینده بسیار خوب رو داره. ریپل رو داشتم نگاه می‌کردم، ریپل بچا یه پامپ بسیار خوب رو به سمت بالا تجربه کرد. ریپل از اون رمزارزهایی هستش که درگیر دادگاه خودشه و این دادگاه به زودی تموم خواهد شد و فکر کنم خبرایی اومده که در آینده تموم میشه و این باعث شد که ریپل یه پامپی رو به سمت بالا بیاد تجربه کنه. کاردانو روی 40 سنت مهمه، حالا رمزارزهای مختلفی که توی ساعت‌های مهم خودشون هستن، مثلا شیبا روی 4010 عدد بسیار مهمی برای شیبا محسوب میشه که همه اینها رو من بارها برای شما کامل اومدم توضیح دادم. خود اتریوم رو بریم بررسی کنیم. اتریوم هم دیروز من برای شما اگر ویدیو رو دنبال کرده باشید گفتم که اتریوم میتونه برای ما یک جای خوبی باشه برای خرید و یه پله میتونیم واردش بشیم که تو تایم فریم 4 ساعته اتریوم هم همراه با بیت کوین اومده پامپ کرده به سمت بالا و یه رشد رو داشته که بسیار خوب هستش این موضوع. اینم از آپدیت تحلیل لونا که برای شما انجام دادیم. دوستان اگر میخواین که همچنان هم ادامه بدیم به این ویدیوهایی که روزانه از ترای کلاسیک منتشر میکنیم، حتما این ویدیو رو لایک کنید. لایک کردن بسیار مهمه، انرژی مثبتی رو بهمون میدید و کامنت بذارید، نظر خودتون رو حتما به اشتراک بذارید با ما و حتی بقیه دوستانم بیان استفاده کنن. اگر هنوز اینستاگرام رو فالو نکردی، پایین ویدیو دیسکریپشن لینک اینستاگرام رو گذاشتم، لایک و کامنت و تلگرام هم که فراموش نشه، کنار اینستاگرام تلگرام رو هم گذاشتم که از اونجا میتونید جوین بشید و ویدیو که منتشر میشه سریع بتونید اطلاع پیدا کنید و بیاین ویدیو رو دنبال کنید. دم شما گرم که تا اینجا مشاهده کردید. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.